با یکی دیگر از کلیپ های آموزش شناخت سنگ ها در خدمتتون هستم و امروز میخوام در مورد سنگ لابرادوریت توضیحات مختصر و مفیدی خدمتتون ارائه بدم. لابرادوریت از مجموعه کانی هاست که برای اولین بار در شبه جزیره‌ای به نام لابرادور در شرق کانادا یافت شده و بومیای اون منطقه از این سنگ استفاده هایی داشتن و با این سنگ تجارت هایی هم کردن و اسم لابرادوریت از آنجا گرفته شده. سنگ لابرادوریت دارای جلای متالیک و با درخشش سبز و آبی هستش و در جدول سختی سنگا جدول موس ما بین 6 الی 6.5 هستش و سنگی نیمه قیمتی محسوب میشه. این علت به این خاطر هستش که چون معادن این سنگ بیشتر هست باعث شده یکم ارزان تو بازار به فروش برسه و جزو سنگ های نیمه قیمتی محسوب بشه، وگرنه این زیبایی و درخشش و تلالو که تو این سنگ بود میتونست این سنگ رو جزو گرانبهاترین سنگ ها تو بازار شناسونده بشه. سنگ لابرادوریت سنگی نیمه قیمتی محسوب میشه. اینم علتش اینه که منابع این سنگ خیلی زیاده و شاید روز به روز از این سنگ معادنش پیدا بشه. چون لابرادوریت بیشتر در سنگهای دگرگونی و به خصوص در سنگهای آذرین یافت میشه، این امر باعث شده ذخایر این سنگ میتونه خیلی زیاد و زیادتر بشه و الان معادن مهمتری از این سنگ در کانادا، استرالیا، ماداگاسکار، مکزیک، روسیه، آمریکا و حتی هند وجود داره. بعضی وقتا این سنگو به نام مونستون هم میشناسن. مونستون یعنی داخل پارانتز عرض کنم خدمتتون، یعنی سنگ ماه و نمونه آبی شفافی که در ماداگاسکار کشف میشه این سنگو با نام مونستون مشهور کرده. نمونه ای که از ماداگاسکار پیدا میشه آبی شفاف هستش با طیفی بالا و روشن که باعث شده بهش بگن مونستون. خب از کاربردهای این سنگ بگم خدمتتون، لابرادوریت سنگی جذاب و زیبا با تلالو رنگی خاصی هستش که اغلب در صنعت جواهرسازی استفاده بیشتری داره. معمولا برای آبیزها، دستبندها، انگشترها، ستها و اینجور مسائل به کار میره و بعضا هم به صورت گویها، بعضن مجسمه ها، فعلا من اینجا مجسمه شو موجود ندارم، به صورت اینجوری گوی در میاد و دکور به عنوان دکور مورد استفاده قرار میگیره. اینجا هم تلالو خاصشو میبینیم. ما در صنعت گوهر تراشی اینا رو اغلب به صورت دامله تراش میدیم
این سنگ دارای شکنندگی بالایی هستش، بنابراین تو تراش به دقت بالایی نیاز داره و برای اینکه بهتر دیده بشه سعی می‌کنیم حاله‌های درونی این سنگ که وظیفه تولید انعکاس را دارن در جهت‌های درستی بیافتن. من یه نمونه از اینجا برمی‌دارم خدمتتون نشون بدم که چه شکلی میشه. همینطور که گفتیم سنگی جذاب و زیبا هستش. جالبه بدونید این سنگ کاربردهای زیادی هم در دوران باستان و قدیم داشته، جوری که این سنگو نماد خوششانسی می دونستن و یه تیکه از این سنگ رو سیگل می دادن و با خودشون حمل می کردن و براشون شانس می آورده. و یا در قرون وسطا در امور تلسمات و حتی ستاره شناسی هم از این سنگ استفاده هایی می بردن.